آشنایی کامل من با مجاهدین برمیگرده به 5-6 سال پیش که خب من این افتخار و شانس رو داشتم که خواهران و برادران مجاهد رو از نزدیک ببینم، باشون صحبت کنم، خب سوالات هم ازشون بپرسم که خب قطعا خیلی تأثیر گذارتره وقتی که با یه مجاهد صحبت میکنی و برام خیلی جالب بود وقتی که خب میدیدم مثلا مجاهدا از سر تا سر ایران، مثلا از شمال، جنوب، شرق، غرب، با زبان‌ها، لهجه‌ها، مثلا فرهنگ‌های مختلف همه با هم دیگه حول یه محور فعالیت می‌کنن این همه سال، خب این برای من واقعا خیلی ارزشمند بود و میفهمیدم که خب این موضوع مثلا خب این سازمان چقدر دموکراتیکه که میتونه مردم ایران رو به هر حال دور هم جمع کنه، که حتی مثلا خب این فقط مختص مردم ایران نیست. ما وقتی توی خودم مثلا توی کنفرانس و اینا میبینم یا مثلا کهکشان که این همه سیاست مدارای خارجی مثلا هر کدومشون با افکار مختلف که اصلا توی یه راستان مثلا هم فکر نیستن، ولی خب همشون حول محور مسائل حقوق بشر ایران جمع میشن توی اون روز و خب صحبت میکنن و این به نظر من خیلی ارزشمنده و بی‌نظیره، مخصوصا توی این شرایطی که ما الان به خاطر این ویروس آخوندی توش گیر کردیم. و یه جنبه دیگه از شناخت من خب به هر حال همین تلویزیون سیمای آزادی بود یا مثلا مقاله هایی که سازمان نوشته، کتاب هایی که نوشته، مثلا خب همون کتاب تبیین جهان که یه جملهش که همیشه توی ذهن من حک شده اینه که خب حرفای زیبا و قشنگ همیشه گفته میشه، اما هنر اینه که این سیستم ساخته بشه و به مثلا عمل برسه که خب ما اینو واقعا من خودم به شخصه توی مجاهدین میبینم. مثلا خب این همه سال تونستن با این رژیم مبارزه کنن، این خودش خیلی ارزشمنده، این چیزیه که دقیقا ما الان ایران بهش نیاز داره، مقاومتی که این همه سال و الان باید به ثمر برسه.